بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان عزیز. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد محمدی به همراه همکارانم در اخبار شبانگاهی از استدیو خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان گرامی هستیم. سرخط خبرها: شبهه ها و شائبه ها در شعائر حسینی، سنگین ترین عاشورای شیعیان افغانستان با حضور طالبان، و دبیر کل سازمان ملل: همه جای غزه بالقوه منطقه مرگ است. گزارش بی بی سی فارسی در نقد برخی سبک‌های عزاداری هرچند سخن جدیدی نداشت، اما حرف و حدیث‌هایی را در شبکه‌های مجازی به راه انداخت. در ادامه به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. در روزهای اخیر تلویزیون بی بی سی فارسی با انتشار گزارشی عزاداری محرم را دیسکوی حسینی نامیده که به جای عزاداری به کارناوال مبدل شده و هیئت‌ها تبدیل به کلوب شبانه شدند. ابتدا باید از تهیه کنندگان گزارش بی بی سی فارسی پرسید چند درصد عزاداری‌ها در ایران و عراق و سایر بلاد شباهت به دیسکوی حسینی دارند. بیشک پاسخ اقلیتی ناچیز است و در این صورت پرسش بعدی این است که چطور یک پدیده‌ای که اقلیت ناچیزی را در بر گرفته به جای یک کل فراگیر که عزاداری سنتی و اصیل است در رسانه جا زده می شود. از سوی دیگر نظام حاکم بر ایران و رسانه های غربی مخالف نظام ایران در دو سوی یک کشمکش سیاسی تلاش دارند که شعائر حسینی را با سابقه ای کهن دولتی و حکومتی نشان بدهند. باز این پرسش مطرح می شود که چه میزان از مجالس و هیئت‌های عزاداری محرم حکومتی و چه میزان مردمی و سنتی و اصیل هستند. شاید پژوهش آماری دقیقی در این زمینه صورت نگرفته باشد، اما به نظر می رسد با نگاهی کلی بتوان تأیید کرد که هیئت‌های حکومتی در اقلیت قرار دارند. حتی اگر بپذیریم که بخشی از زنان و دختران و پسران بدون علایق مذهبی در مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین شرکت می‌کنند، باز هم این حاکی از جاذبه معنوی آن حضرت و شعائر حسینی است و باید پرسید یک مفهوم دینی و شیعی اگر انسانها حتی فرزند بدون انگیزه های مذهبی را به سوی خود جذب نماید چه ایرادی دارد؟ سبک عزاداری و مداحی های جدید برگرفته از برخی ضرباهنگ های ترانه ها هم شاید از نگاه برخی قابل قبول نباشد، اما در عین حال حاصل تنوع و جذابیت برخاسته از فرهنگ متکثر ایرانی شیعی است. مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در جمع مبلغین ماه محرم بر تبیین مختصات برپایی عزاداری و تعظیم شعائر حسینی بر پایه عرف عامه مردم تاکید داشتند و فرمودند هر نوع عزاداری که عرفاً تجلیل و تعظیم از امام حسین باشد از شعائر ایشان محسوب می شود و این لزوماً محدود بودن به زمان معصومین نیست، بلکه شعائر حسینی می تواند به اشکال و روش های متنوعی در عصر حاضر تجلی یابد که هر کدام به هر نحوی نشان دهنده تعظیم و تکریم آن حضرت باشد. بر این اساس تلاش برای ایجاد شبهه ها و شائبه ها در شعائر حسینی هم از سوی جریاناتی که تلاش دارند آن را به قدرت نرم یک نظام سیاسی تبدیل نمایند
و هم برخی رسانه‌های غربی که آن را دیسکوی حسینی می‌خوانند نمی‌تواند آینه‌ای از این سنت فراگیر و کهن اسلامی باشد. برای صحبت بیشتر در این خصوص حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد هدایتی مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. حاجی هدایتی، به نظر شما تحلیل بی بی سی فارسی از نوع عزاداری ها در ایران آیا مطابق با واقعیت است و همچنین آیا تحلیل این رسانه ها با حقیقت فاصله داشته و همچنان میراث فرهنگی عزاداری در میان شیعیان ایرانی حفظ شده است؟ با عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز، پیشا پیش عذرخواهی میکنم به خاطر گرفتگی صدا. ببینید، تحلیل این بی بی سی خیلی قابل توجه هست و تأمل. اینکه نگرانی و دلسوز شدن نسبت به عزاداران و شیعیان و نسبت به شعائر امام حسین برای ما خیلی قابل تأمل و سوال برانگیز هست و شبهناک. چگونه میشود بی بی سی که بسیار هوادار انواع دیسکوها هست، چه می شود که یک دفعه عزاداری امام حسین رو شبیه سازی میکنه و در واقع میخواد آسیب شناسی بکنه؟ و از اون عجیبتر و به اصطلاح خیلی مهمتر این که بی بی سی نیت خوانی میکنه، که این از یک روند حرفه یک رسانه مانند بی بی سی خیلی تعجب آور هست، که میگه این کسانی که میان با این ظاهر متفاوت و یا اینکه با نوع برگزاری متفاوت، این حکایت از این داره که اینها باور واقعی ندارن در گزارششون اومده و این بدون باور میان عزاداری میکنن. این یک نیت خوانی از یک رسانه حرفه‌ای بعید هست و مشخص هست که هدفمند با هدفهای غیر متداول و که باید یک رسانه کاملا بی‌طرف باشه در بیان مطلب، ولی بی‌طرفی نداشته. ولی پر واضح هست که اولا در گزارش شما هم آمد یک فرهنگ متکثر در ایران هست، که البته عده خیلی کمی هم نوعی آلات موسیقی یا نوعی برگزاری های نوعی عزاداری رو به شکل خاص برگزاری میکنن، که نسبت به اگر بخواد بی‌طرف پوشش بده بی بی سی و انواع عزاداری و هیئت‌ها رو نگاه بکنه، می‌بینه که این چنین نیست، یک سویه رفته. به عبارت دیگه بی بی سی لات کوچه خلوت هست. اگر می‌خواد بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه، کارشناسای زبده بسیاری هستن در جهان تشیع، اینها رو دعوت کنه، شبهه خودش رو، اشکال خودش رو مطرح کنه، ببینه نظر کارشناسان چی هست، نه اینکه یک سویه بخواد عزاداری رو تخریب کنه، که به نیت بنده این روند رو ما داریم میبینیم در عملکرد حاکمیت. از سوی دیگه اگر یک ظاهری متفاوت عزاداران و جوانان دارن، اینها این یک کنش اجتماعی بسیار عاقلانه و هوشمندانه است از طرف بخشی از مردم که از حاکمیتی که با استبداد و روی کرده دیکتاتور منشانه آمده و اعمال زور میکنه، اینها با ظاهری متفاوت و با برنامه متفاوت از قرائتی که یا روند معمولی که حکومت داره عزاداری رو برگزار میکنن، که اعتراض و کنش سیاسی خودشونو به حاکمیت نشون بدن. این یک واقعیتیه که باید بهش توجه بشه. وقتی حکومتی آزادی بیان نیست، بخشی از جامعه میان گاهی در یک انتخابات فرمایشی 61% میان میگن نه، گاهی هم در ظاهر خودشون و عمل کرده خودشون نسبت به عزاداری اعتراض خودشون رو به حاکمیت مستبد دینی نشان میدن. بله، از توضیحاتتون ممنونم و تا گفتگوی آینده شما رو به خدا میسپارم. حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد هدایتی، مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان. برنامه را با چند خبر کوتاه پی میگیریم. واحدهای امنیتی خدماتی و بهداشتی در بیانیه‌های جداگانه موفقیت آمیز بودن طرح‌های خود برای مراسم روز عاشورا و عزای توبریج را اعلام کردند. دبیرخانه عتبه حسینی از موفقیت آمیز بودن طرح ویژه مراسم زیارت عاشورا و عزای توبریج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، در بیانیه دبیرخانه عتبی حسینی آمده است که طرح ویژه مراسم عاشورا و به خصوص اعضای توبریج با موفقیت انجام شد. زرتشتیان در طول محرم و سفر چه در ایران و چه در خارج از ایران هیچگاه مراسم عروسی و یا نامزدی و مراسم های شادی را برگزار نمی کنند، چون اعتقاد دارند برگزاری شادی در ماه محرم و سفر برایشان نامبارک است. زنان و مردان سپید پوش زرتشتی در کرمان با حضور در آتشکده گرده هم می آیند و برای امام حسین علیه السلام و یارانش به سوگواری می پردازند. آنها امام حسین علیه السلام را داماد ایرانی ها می دانند. انجمن یا حسینیه امام حسین علیه السلام یک مرکز اسلامی شیعه است که توسط پیروان اهل بیت لحم السلام در ادمونتون کانادا تأسیس شده و هدف آن ترویج آموزه های تشیع در این منطقه و ارسال آن به سراسر جهان است. با افزایش مشارکت اعضای جامعه در مناسک و مراسم مذهبی، اعضای جامعه اسلامی ادمونتون تصمیم گرفتند یک مرکز اسلامی شیعیان را به عنوان حسینیه تأسیس کنند تا امکانات اولیه برای برگزاری نماز و مراسم اسلامی و مذهبی فراهم شود. در پی اتخاذ این تصمیم، پس از مدت‌ها ارتباط و مذاکره خادمان اهل بیت لحم السلام، اساسنامه و آیین‌نامه‌ای تدوین شد و اعضای هیئت مدیره در مجمع عمومی انتخاب شدند. ورود خط نسل علیق به اندونزی از طریق تجار و دانشمندان بود. تجار هم که به دلیل تجارت ادویه و سایر کالاها به اندونزی سفر می کردند، این هنر را به مردم محلی معرفی کردند. تأثیرات خط نسل علیق در هنر و معماری اندونزی به دلیل زیبایی و ظرافت خاص خود در هنر و معماری اندونزی مورد استفاده قرار گرفت. در مساجد و بناهای تاریخی اندونزی میتوان نمونه هایی از خوشنویسی نسل علیق را مشاهده کرد. این پدیده همچنین همراه با موج جذر و مدی ایمان مسلمانان در اندونزی، به ویژه در دهه 1970 پس از سقوط کمونیسم، گسترش بیشتری یافت. توسعه هنر نقاشی خوشنویسی با برگزاری نمایشگاه‌های ملی در این کشور مورد تأکید قرار گرفته است. رئیس جمهور مالدیو اعلام کرد که دولتش ابتکارات متعددی را برای گسترش دانش قرآن و ترویج اسلام در نظر دارد که به زودی اجرایی خواهد شد. محمد مویزو رئیس جمهور مالدیو اعلام کرد که دولتش ابتکارات متعددی را برای گسترش دانش قرآن و ترویج اسلام در نظر دارد که به زودی اجرایی خواهد شد. وی همچنین از راه اندازی کلاس های رایگان قرآن در سراسر کشور خبر داد. سازمان پزشکان بدون مرز با اشاره به بحران اقتصادی در افغانستان تحت سلطه طالبان میگویند که برخی از خانواده ها حتی هزینه انتقال بیمارانشان به مراکز بهداشتی را ندارند. این نهاد در بیانیه ای نوشته است که تقریبا همه کودکان برخی از روستاهای مناطق دوردست افغانستان از سوء تغذیه رنج میبرند. برخی از مادران به پزشکان بدون مرز گفتند که به دلیل تغذیه ناکافی قادر به تولید شیر برای نوزادانشان نیستند. محرم و عاشورای امسال برای شیعیان افغانستان یکی از سنگین ترین مراسم های عزاداری بود. از آغاز ماه محرم تا روز عاشورا گروه طالبان شدیدترین محدودیت ها را علیه شیعیان افغانستان وضع کردند.
در تازه ترین مورد، سه شنبه شب که برابر با شام غریبان در افغانستان بود، جنگجویان طالبان با هجوم در مساجد و تکیه خانه های استان بلخ مانع تداوم عزاداری امام حسین و پرچم های عزادار شده و پرچم های عزاداری را پایین کشیدند. به گزارش همکارم در این رابطه توجه فرمایید. گروه طالبان پس از تسلط دوباره در افغانستان طی 3 سال اخیر فشارهای زیادی را علیه شیعیان و هزاره های این کشور در بخش های گوناگون اعمال کردند. اما با آغاز ماه محرم امسال این گروه به طور بی سابقه ای نسبت به مراسم محرم و عزاداری امام حسین علیه السلام محدودیت های شدید وضع کردند. شیعیان افغانستان می گویند محرم امسال برای آنها سنگین تر از هر سالی بوده است. در تازه ترین مورد، منابع مردمی در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ از یورش جنگجویان طالبان به عزاداران حسینی در این شهر خبر می دهند. منابع روز چهارشنبه 27 تیر گفتند که از ساعت 1 شب گذشته جنگجویان طالبان همزمان به چند حسینیه در نواحی اول، دوم، سوم و نهم شهر مزار شریف یورش بردند. به گفته منابع، طالبان در کنار برچیدن پرچم‌ها و علائم تجلیل از ماه محرم مانع تداوم مراسم عزاداری در این اماکن شدند. همه ساله محافل عزاداری ماه محرم از اول تا 13 این ماه در اکثر استان‌های شیعه نشین افغانستان برگزار می‌شد، اما امسال با مخالفت طالبان روبرو شد. طالبان در برخی از مناطق شیعه نشین حضور گسترده‌ای داشتند. اتصال شبکه‌های مخابراتی را قطع کرده بودند و مانع حضور هیئت‌های عزاداری و دسته‌های سینه‌زنی در جاده‌ها شدند. شیعیان علی‌رغم محدودیت‌های طالبان مراسم عزاداری عاشورا را با حضوری گسترده و حماسی برگزار کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که شیعیان در شهرک جبرئیل، محله حاجی عباس و چندین منطقه دیگر هرات محدودیت‌های طالبان را نادیده گرفتند و با حضور در جاده‌ها و خیابان‌های این منطقه عزاداری کردند. هزاران نفر از شیعیان در هرات در حالی در مراسم روز عاشورا حضور یافتند که طالبان محدودیت‌های گسترده بر عزاداری ایام محرم در این استان وضع کرده بودند و نیروهای این گروه چندین بار پرچم‌های عزاداری را از سقف خانه‌ها و دکان‌ها در مناطق شیعه نشین این استان پایین آورده و پاره کردند. همچنین شیعیان به مناسبت روز عاشورا در استانهای سرپل در شمال و استان قندهار در جنوب افغانستان به خیابانها در مناطق شیعه نشین آمدند و بدون توجه به محدودیت‌های طالبان به عزاداری و سینه زنی پرداختند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، گروه طالبان یک عزادار شیعه به نام حبیب که پدر 2 طفل بود را تیرباران کردند. گفتنی است که مردم در تقابل با گروه طالبان که تلاش برای پایین آوردن پرچم‌های محرم داشتند با شعار لبیک یا حسین مانع جمع‌آوری پرچم‌ها گردیدند. آنتونی گوترش هشدار داد که در غزه دیگر جای امن وجود ندارد و در ادامه تأکید کرد که همه جای غزه منطقه مرگ بالقوه است. همکاران در این زمینه گزارش تهیه نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می کنم. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با انتشار پیامی در حساب ایکس خود با بیان اینکه تخریب در غزه غیر قابل درک و غیر قابل قبول است، تأکید کرد همه جای غزه منطقه مرگ بالقوه است. گوترش در پیام خود درباره غزه با بیان اینکه سطح تخریب و درگیری در غزه غیر قابل درک است، هشدار داد که در غزه دیگر جای امن وجود ندارد. وی افزود همه جای غزه منطقه مرگ بالقوه است.
دبیر کل سازمان ملل از تمام طرف‌های زیربط خواست شجاعت سیاسی به خرج داده و برای تحقق آتش بس در نوار غزه تلاش کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر هم در گزارشی اعلام کرد گروه افراطی حماس به همراه دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی در حمله غافلگیر کننده 15 مهر 7 اکتبر به اسرائیل که به جنگ غزه منجر شد صدها جنایت جنگی مرتکب شدند. حماس از گروه‌هایی است که در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد و گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر یکی از جامع‌ترین مطالعات بین المللی درباره تهاجم بی سابقه این گروه به جنوب اسرائیل است. سازمان ملل بیشتر اعلام کرده بود که پاکسازی نوار غزه از ویرانی‌های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی دست کم 15 سال به طول خواهد انجامید و هزینه این عملیات پاکسازی نیز تا 600 میلیون دلار برآورد شده است. تدروس آدهانوم گبرسیوس رئیس سازمان بهداشت جهانی در پستی در ایکس نوشت وضعیت بیمارستان‌ها و مداوای مجروحان را اسفناک باید توصیف نمود. سازمان جهانی بهداشت گزارش داده است که بیمارستان‌های کلیدی از کار افتاده‌اند و بیماران یا مجبور به مرخص شدن زود هنگام شدند. بیمارستان‌هایی که هم اکنون نیز مسئولیت این بیماران را بر عهده دارند با کمبود شدید تجهیزات پزشکی دست و پنجه نرم می‌کنند و برخی از آنها با 3 برابر ظرفیت خود کار می‌کند و برای مقابله با هجوم بیماران تلاش می‌کند. لوئیز واتریج افسر ارتش ارتباطات آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا بعد از ظهر شنبه به وقت محلی ویدیویی دلخراش را از بیمارستان آن ناصر در توییتر منتشر کرد که در آن پرسنل بهداشت و درمان تنها با آب برکه ها خونها را پاک می کنند. او کودکانی را که روی تشک‌های آغشته به خون دراز کشیده بودند این چنین توصیف کرد که این کودکان به دلیل از دست دادن خواهر و برادر آسیب دیدند و برخی از آنها دست و پای خود را از دست داده بودند و بسیاری از آنها هم جراحت در بدن و هم جراحت تغییر زندگی داشتند. سازمان جهانی بهداشت خواستار آتش بس شده است تا اطمینان حاصل شود که کمک‌های پزشکی می‌تواند به افرادی که نیاز شدید دارند برسد و مجروحان بتوانند از مراقبت‌های مناسب برخوردار شوند. اما بر اساس آخرین گزارش‌ها اسرائیل و حماس همچنان با طرف‌های میانجی بر سر آتش بس و دریافت امتیازات بیشتر به سود خود چانه‌زنی می‌کنند و آنچه که در این میان در حال از بین رفتن است جان غیر نظامیان و افراد بی‌پناه است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. شبهه‌ها و شائبه‌ها در شعائر حسینی. سنگین ترین عاشورای شیعیان افغانستان با حضور طالبان. دبیر کل سازمان ملل همه جای غزه بالقوه منطقه مرگ است. بینندگان گرامی به پایان بولتن خبری امشب رسیدیم. از اینکه با ما در این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. شب همگی شما عزیزان بخیر. خدای دو جهان نگهدارتان باد.